در هر سالن پرورش قارچ، حواسات به عنوان قلب تپنده سالن مشغول ساخت هوای مورد نیاز سالن است. هوای ساخته شده توسط هواساز از طریق دریچه هوای ورودی به سالن و انتقالش به داکت هوا به تمام نقاط سالن منتقل میشه و گردش یک نواختی از جریان در داخل سالن خواهیم داشت. برای اینکه اختلافات دمایی در بین طبقات به حداقل ممکن برسه و در تمام طبقات یک دما و دمای نزدیکی به هم داشته باشیم، از طریق دریچه سیرکوله که داخل سالن قرار میگیره و به هواساز ارتباط داره و توسط اون مکشی که هواساز ایجاد میکنه هوا رو از داخل سالن به داخل هواساز میبره و این گردش دوباره تکرار خواهد شد و با جریان ورودی به سالن برمیگرده و این عامل باعث میشه که در تمام نقاط سالن یک جریان و یک نواختی دما هم وجود داشته باشه. حالا اگر هوای مازادی داخل سالن باشه و بخواد از سالن خارج بشه، از طریق دریچه های اگزاستی که روی دمپر های نصب شده بر روی درب تخلیه و یا سقف سالن وجود داره از سالن خارج میشه و تو این شرایط سالن تهویه هم در واقع انجام میده. اگر بخوام در مورد درهای ورودی سالن و درهای تخلیه هم توضیح بدم، ما برای هر سالن معمولا دو درب قابل پیش بینی هست برامون، یه درب ورودی و درب دوم هم در خروجی هستش. وظیفه در ورودی این هست که امور کنترلی سالن مانند بازدیدها، برنامه‌ها و یا چیدن قارچ و خارج کردنش از سالن از این در انجام میشه. برای در خروجی هم عملیاتی مانند تخلیه سالن، کشت سالن و یا خاکدهی صورت میگیره.